به این میگن یه شوهر ایدئال و نمونه. آره درسته، ظاهرا همه چیز توی زندگی سهیل و فرناز خوب و آرام به نظر میاد. کور پدر مال دنیا. اما مشکل همیشه از اونجایی شروع میشه که اصلا فکرش هم نمی کنی. منتظریم من سرم بذارم زمین اون بعد ارث و میراث منو بالا بکشین. ظاهرا ارثیه ای داره از دست میره و باید به فکر چاره بود، اما هیچ راهی چاره ساز نیست. اینجاست که حسام، یعنی همون کسی که همه آتیش از گرون بلند میشه، میاد وسط. بابا 1100 تا راه سراغ دارم برات، قربونت برم. و اینطوری میشه که پای غریبه توی زندگی سهیل باز میشه. بس کن کوفت. اما این تازه اول ماجراست، ماجرایی که از توش بوی دروغ و خیانت و کلاهبرداری بیرون میاد و کار خرابتر از اون چیزی میشه که فکرشم نمیتونید بکنید. حالا با این همه خرابی باید چی کار کرد؟ واسه این خوشحالم که همسرم خیلی منو دوست داره. سحر قریشی. بذار اون کامران با اون بچه منگلش بیاد همه ما رنوال باباتو بخوره. سام درخشانی. ببخشید اسمتون چیه؟ نرگس محمدی. با پول هیچ وقت شر نمیشه. ارژنگ امیر فضلی. یا این یادم منو ببر. هایده حائری. جهرتو ببند. و آتش تقیپور. ارسیه پرماجرا. صبح تازه بازم خورشی توی آسمون، زمون رو ببین چه خوابی دیده واسمون، یه خواب تازه دیده واسه ارس و مالمون، ولی ما با همیم و با هم خوب حالمون، همیشه با همیم خوب و بر اراده، همین چه هستی با من از سرم زیاده.